انقلاب فرهنگی. ما باید یک صدا و با آهنگ قدرت یا وحدت منطبق بر منطق اندیشه ها و با فرمان پیش به سوی انقلاب فرهنگی تا ظهور در فرهنگ انقلابی از طوفان بشر سوز گذشته و به آزادی درک شده فرمان برانیم. آن لحظه فرمان آزادی بشریت و فرمان صلح و پیروزی و آغازی بر خلع سلاح عمومی و بقای نسل ها از خطر سلاح های هسته‌ای و پایان جنگ و ستیز که یگانه با انقلاب زنان و ظهور شما یاران اندیشم امکان پذیر است. باید آغاز کرد و لحظات پرشکوه حال را به فرداها وانه گذارد. من در برابر چهره های کنجکاو و پر امید جوانان و به آینده تاریک و روشن و برابر هزاران سوال و مسائل پیچ و واپیچ آنان سفر می کردم. من در اوج ولی کوچکترینم. من با افتخار در ردیف این یاران می نشینم. شاید دنیای مجهولات را برمی چینم و انتظار فرداها را می بینم. چهرم جوان ولی اندیشم از درد پر است. من دریافتم به سختی می شود حقایق را به انسانها باز گفت. انسانهای امروز بی اعتبار از اندیشه ها و در حیرت نابرابری ها و در آرزوی برابری به قیام و شهادت سو گشودند. باید عمل کرد و حقایق را به کرسی درک انسانها باز شناسانید. همون گونه که دانشمندان و بینشوران و ابداعگران با زجر و محکومیت در زمان تا پای جانشان به ایستادگی پایداری کردند، تا به راه گشایی انسان و توان بخشیدن به اندیشه آنان ره نوردیدند. من به ندا و صدای انقلابی شما یاران اندیشه می کنم. انقلابی مستقل از همه انقلابات جهان، انقلابی که در نهاد خود فرمان رهایی و آزادی را به بشریت سرود کند، انقلابی که ندای فرهنگ انقلابی دهد و فرمان یک قیام را به جهانیان سر دهد. من در انتظار آن لحظه بزرگ راه انقلاب با تو هم و ثانیه شماری می کنم. فرا رسیدن آن لحظه شکوه زندگی من است. با درجه علمی فلسفه گرایی به توان راز هستی بخش و در نتیجه انسان را در آن یافتم. با قدرت تکنیک، ترکیب و عکس‌العمل سازی و مبارزه تن‌به‌تن و دریافت شال سرخ با آخرین مرتبه جهانی برای کنترل انرژی انسان و سرخ را از درون آن دریافتم. دنیای آینده جای نادانی و غفلت نیست. دنیای آینده بر همه مسائل و حتی کوچکترین مسئله بی‌گذشت نیست. به امید طلوع آزادی درک شده در انقلاب فرهنگی و روز پیروزی که در انتظار ماست، من با تو هم، ابراهیم میرزایی. ما در آن طلوع و در انتظار آن لحظه بزرگ یا ظهور انقلاب فرهنگی و انقلابی مستقل از همه انقلابات جهان وعده خواهیم داشت. من صدای پرتنین و آوای قدرت انسانها را می شنوم. پیروز خواهیم شد و پیروزی از آن ماست، چون قانون قانون انسان هاست. باید آغاز کرد و از سختی ها و رنج و موانع و حتی مرگ به خاطر رهایی انسان ترس به خود راه نداد. باید تهمت و شایعات و توطئه ها را پذیرفت. باید گفت و بی‌پروا هم گفت. من دانش فیزیولوژی انرژی را به انشای تن و روان بر خود پایگاه ساختم.